این روزها یکی از پرتکرارترین سوال‌ها این هست که چطور میشه شهر رو تسخیر کرد. توی این ویدیو در رابطه با فرایند تسخیر شهر در یک انقلاب مردمی صحبت می‌کنیم. این تاکتیک احتمالاً پرطرفدارترین تاکتیک برای تسخیر شهر در جریان یک انقلاب مردمی هستش. مرکز شهر معمولاً یک فضای سمبولیک و نمادینه که پتانسیل کافی رو برای مبارزه و همبستگی انقلابیون و وصل توده‌های مردم به هم دیگه داره. به عنوان مثال میدون آزادی خودمون، میدون آزادی یکی از همین فضای سمبولیک به حساب میاد. اون چیزی که از دیماه 96 تا امروز ادامه پیدا کرده، حرکت از حاشیه به سمت مرکز تلقی میشه. در شرایطی مثل سرکوب گسترده، تلاش دشمن برای مهار کردن قیام مردم، نامشخص بودن برآورد از توانایی ایجاد یک توده متمرکز و سطح پایین سازماندهی در بین انقلابیون، روش‌های محل محور میتونن به عنوان یک تاکتیک کوتاه مدت مورد استفاده قرار بگیرن. محل محوری اعتراضات رو باید به عنوان یک تاکتیک کوتاه مدت نگاه کرد تا بعدها بعد از فرسایش نسبی ساختار سرکوب، شکلگیری هسته و یا مراکز سازماندهی، تولید موافقت جمعی برای انقلاب در نقاط دیگه شهر و ایجاد امکانات اولیه حرکت به سمت مرکز آغاز بشه. اما اینجا باید بگم به دلایل متعددی سه موج فراگیر اعتراض‌های اخیر، یعنی انقلاب ژینا، آبان 98، دیماه 96، توانایی لازم برای گذار از محل محوری و شکل‌گیری حرکت جمعی به سمت مرکز رو نداشته. این مسئله به چند عامل اساسی برمی‌گرده. عدم وجود رابطه سازنده و ارگانیک بین محله‌ها یکی از این دلایله. توجه نداشتن به تفاوت در پتانسیل محله‌ها در فراگیری اعتراض‌ها یکی دیگه از این دلایل هست و ضعف در سازماندهی و فقدان یک فراخوان فراگیر که مورد قبول بیشتر گروه‌های سیاسی و انقلابی باشه. اینجا می‌خوام بگم با متوجه بودن انقلابیون به این سه ضعف و حل کردن اونها میشه از روند احتمالی فرسایشی قیام جلوگیری کرد. با توجه به شرایطی که الان در اون هستیم، تعامل و ترکیب هر دو تای این روش‌ها واقع‌ترین تاکتیک برای تسخیر کلان شهرهاست. اما این رو در نظر بگیرید که بنابر پویایی و دینامیک اعتراض، گذار از محل محوری در متن یک فرصت سیاسی اتفاق می‌افته. ما تا امروز چند فرصت طلایی برای این گذار داشتیم. در بازه دو هفته اول انقلاب ژینا، فردای پس از حادثه تلخ اوین و روز واقعی تلخ دانشگاه شریف. با این حال برای گذار از محل محوری و تسخیر موفقیت‌آمیز مرکز باید به چند نکته دیگه هم توجه کرد. ما بدون تردید نیازمند یک ائتلاف قدرتمند فرامحله‌ای هستیم که در متن اون ارتباط قوی و مؤثری برای کنش انقلابی ایجاد بشه. ما نیازمند ارتباط معنادار با یک ائتلاف مقبول خارج از مرزها هستیم که متکثر باشه و از تمام صداها در اون حضور مؤثر و فعال داشته باشن. به ویژه صداهای حذف شده‌ای که بار اصلی انقلاب بر دوششون هست. ما نیازمند مشارکت مناسب گروه‌های اجتماعی مختلف در ترکیب با سیاست‌های عدم همکاری هستیم. اون چیزی که تسخیر رو دائمی و پیروز می‌کنه، چیزی هست که اصطلاحاً بهش کمپین گفته میشه یا همون موندن در فضای تسخیر شهر. ما نیاز داریم که در بازه زمانی کمپین به یک توده متمرکز و پایدار برسیم که با کمترین هزینه مراکز حساس رو برای تعلیق حکومت اشغال کنند. این کار کمپینگ باید تا زمان سقوط حکومت و شکلگیری دولت موقت ادامه پیدا بکنه. در اینجا باید بگم که برای تداوم بخشیدن به این حالت کمپینگ باید دیوارهای امنیتی بلندی هم ساخت. دیوارهای امنیتی مثل سنگربندی چند لایه در اطراف مراکز، راهبندون و فعال شدن گروه‌های چریکی خشونت پرهیز برای محافظت از انقلابیون. و در نهایت در این مرحله ما نیازمند شکلگیری گروه‌های داوطلبانه مردمی خواهیم شد برای تهیه مواد، پشتیبانی غذایی و امداد. در ویدیوهای بعدی درباره روش‌های محافظت نیروهای انقلابی از خودشون در مقابل نیروهای مسلح دشمن صحبت می‌کنیم.